بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیای قبرس با ماست. آقای احمدی نیا، چه اتفاقی میفته که یک کشوری مثل ایران که اینقدر منابع سرشار انرژی داره با کمبود انرژی روبرو میشه؟ سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم خدمت بینندگان. در رابطه با مسائل فنی و بنیادی خیلی صحبت شده، کارشناسان این روزها صحبت های زیادی کردن. من چیزی که میخوام اضافه کنم الان اینه که وقتی فرمانده پایگاه مقاومت بسیج وزارت نفت حکم مدیر کلی شرکت ملی گاز رو بهش میدن، نتیجهش میشه همین. خب بسیجی کیه؟ بسیجی کسیه که جای دیگه ای کار به درد بخوری، تحصیلات به درد بخوری، چیزی به درد بخوری نداشته، هیچ چیزی بهش نمیدن، میره بسیجی میشه. حالا این فرمانده یه پایگاه مقاومت بسیج وزارت نفت بوده. این از یک طرفه که حالا بحرانیه که ما تو گاز داریم. از یک طرف دیگه اینه که خب هیچ عقلانیتی هم از پیش وجود نداشته برای اینکه این مسئله رو بخوان پیشگیری بکنن، آمادگی داشته باشن لااقل برای اتفاقی که میفته، و هیچ عقلانیتی هم وجود نداره برای اینکه حلش کنن. شما ببینید وقتی وزیر نفت از چند ماه پیش دائم داره اعلام میکنه که ما کمبود گاز داریم، کمبود گاز داریم، مشکل داریم، خب مسلما دولت ترکمنستان هم سر به زنگاه قطع میکنه جریان گاز رو، یا فشار گاز رو به شدت کاهش میده که باعث میشه یه همچین معضل بزرگی ایجاد بشه که در تاریخ جمهوری اسلامی هم به نوعی بی سابقه هستش. چون هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، نه سرمای عجیب و غریبی اومده، نه طوفانی شده، نه جنگی اتفاق افتاده، نه یه زندگی عادی در جریان بوده. حتی من گزارش ها رو می دیدم که دمای هوا هم تغییر شدیدی نداشته نسبت به سالهای پیش، اما دوچار چنین موزلی شدیم و داره این موزل هی توسعه پیدا میکنه. یعنی شما ببینید که ما اول مشکل قطع گاز نیروگاه ها و صنایع رو داشتیم، به بخش خانگی رسیده، الان به مشکل توزیع بنزین رسیده، و همین جوری این مسئله به صورت تصاعدی داره منتشر میشه و مطمئنن طی هفته های آینده اگر این بخواد ادامه پیدا بکنه با مشکل تامین مواد غذایی و حتی مشکلات بزرگتر هم جامعه رو روبرو میکنه. و به گمانم این رسواییش دوچندان شده با توجه به ادبیاتی که مقامات جمهوری اسلامی در مورد زمستان سخت در اروپا به کار میبردن. اصلا دیگه واقعا این تشت رسوایی افتاده. تا اونجای پیش رفتن که برای اینکه بخوان توجیه بکنن، چند روز پیش آمار دروغ از گمرک منتشر کردن که ما گاز رو صادر کردیم، که اصلا توان چنین صادرات گاز رو هم نداشتن. آمار گمرکات کشورهای دیگه هم داره این رو تکذیب میکنه، و تمامش فقط ناشی از نبود مدیریت و بیکفایتی مدیران هستش. به خاطر اینکه حتی تو وضعیت بحرانی شما ببینید یک کشور درست و حسابی وقتی وضعیت بحرانی پیش میاد وضعیت فوق‌العاده اعلام میکنه، تمام دستگاه‌ها شروع میکنن تلاش کردن برای اینکه در درجه اول جان و رفاه مردم رو حفظ کنن و بعد تو گام بعدی بحران رو حل بکنن. دولت ایران چیکار میکنه؟ اعلام تعطیلی کرده. اصلا مضحک چنین چیزی، چرا دولت باید تعطیل باشه؟ دولت میتونه بدون روشن کردن دستگاه گرمایشیش بره سر کار. کی پس قراره این بحران رو حل بکنه؟ بعد در صورتی که این سوخت رسانی درست انجام نشه، شما ببینید چرا مردم باید هجوم ببرن به هلال احمر برای اینکه بخاری نفتی بخوان بگیرن؟ چرا باید برن نفت رو بخرن؟ اعلام کردن با افتخار که ما فروش نفت رو استارت زدیم. چرا باید اصلا مردم نفت رو بخرن؟ الان باید بخاری رایگان با نفت رایگان ببرن توزیع کنن در خونه های مردم، یا مراکزی رو تهیه بکنن واسه اینکه مردم برن اونجا بتونن از گرما و غذای گرم و اینها استفاده بکنن. هیچ کدوم اینها وجود نداره و صرفا دارن زمان میگذرونن که شاید یه خورده برف مثلا پس فردا هوا آفتابی شه، ذره هوا گرم‌تر بشه. بهزاد احمدی نیا، پژوهشگر حوزه نفت و انرژی از نیکوزیا.